آبان امسال قیمت‌ها 40% بالاتر از آبان پارسال. دولت ایران چگونه به نبرد تورم می‌رود؟ تایید توافق خروج بریتانیا در اتحادیه اروپا. رودررویی با مخالفان توافق در پارلمان، چالش بعدی ترزا می. و ملکه هنر، فعالیت‌های فرح پهلوی در یک کتاب. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. از افزایش اجاره خانه تا رشد قیمت گوشت و سیب زمینی و تعرفه موبایل، آیا این روزها ایرانی پیدا می شود که بگوید فشار رشد تورم را حس نمی کند؟ آمارهای بانک مرکزی همین فشار را نشان می دهند. از جمله می گوید آبان امسال قیمتها 40% نسبت به پارسال افزایش داشتند. نه هنوز دولت از برنامه یک پارچه برای مهار تورم و در دست گرفتن کنترل اقتصاد کشور خبر داده، نه شرایط نشانی از تغییر دارند. مسعود آذر نگاهی انداخته به آمارهای موجود. بازار تهران قیمتها نجومی است. این را دست به جیب ها بیشتر احساس می کنند و حقوق بگیرها، کسانی که درآمد ثابت دارند و توان خریدشان هر ماه کمتر و کمتر می شود. حالا بانک مرکزی ایران گزارشی از تورم یک سالی اخیر داده. بانک مرکزی گفته تورم 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به سال گذشته 18.4% است و تورم در کالا و خدمات مصرفی متفاوت بوده. خوراکی و آشامیدنی 25%، دخانیات 60%، پوشاک بیش از 16%، مسکن و سوخت 10.5%، لوازم خانه بیش از 29% و ارتباطات 45% رشد قیمت داشته. مرکز آمار ایران هم روز شنبه گزارش جداگانه ای از میزان تورم در ایران منتشر کرد. مرکز آمار ایران گفته نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته 35% بیشتر شده و این روند هر ماه سیر صعودی داشته. تورم این ماه ماهیانش 2.6% شد که نسبت به 3 ماه قبل، یعنی مهر و شهریور و مرداد ماه، این سرعت افزایش قیمت ها توی این ماه کمتر شد، اما تورم نقطه ما شد حدود 35%. گزارش بانک مرکزی صدای رئیس مرکز آمار را درآورده و آن را در حد یک مصیبت دانسته و گفته یک کشور و دو نرخ است. دو تا نرخ تورم داریم و دو تا رشد اقتصادی. اختلاف آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در نمودار تورم ماهانه هم به چشم می‌خورد. جالب این که مرکز آمار نرخ تورم آبان ماه امسال نسبت به مهر امسال را 2.6% اعلام کرده و بانک مرکزی 3.5%. این اختلاف درصد در تمام ماه‌ها نسبت به ماه قبل مشاهده می‌شود. رئیس جمهوری ایران وعده داده بود که تورم را تک‌رقمی می‌کند. تورم در دولت حسن روحانی به مرز تک‌رقمی رسید، اما دوام نداشت. ما البته اون برنامه کاهش تورم رو که قول داده بودیم در دولت 11 تورم رو 1 رقمی بکنیم، اون سیاست رو ادامه میدیم. او حالا سخنی از میزان تورم نقطه به نقطه نمی کند، فقط از کاهش تورم در آبان ماه نسبت به مهر ماه ابراز خرسندی می کند. بعضی از کارشناسان اقتصادی کنترل بازار ارز و سکه را دلیل کاهش تورم می دانند، اما کارشناسانی هم هستند که می گویند دولت سیاست انقباضی نداشته و کاهش قدرت خرید مردم و استثناهایی که آمریکا برای چند کشور در تحریم ایران داشته در کاهش تورم مؤثر بوده و هشدار می‌دهند که موج جدید تورم در راه است. هرچه است قیمت‌ها امسال آنقدر بالا رفته که خرج و مخارج با هم نخواند، به خصوص وقتی که حقوق‌ها مثل برف عمل می‌کند. در گرم و گرم افزایش 35% تورم. مسعود آذر، BBC.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده که این اتحادیه به اجرای توافق هسته‌ای متعهد است، اگرچه در مورد بعضی مسائل از قبیل نقش ایران در منطقه نگران است. پیشتر معاون او از ایران خواسته بود به کنوانسیون‌های بین‌المللی بانکی و تجاری بپیوندند تا راحت‌تر سازوکارهای توافق هسته‌ای با ایران اجرا شود. همزمان روزنامه وال استریت جورنال گفته آلمان و فرانسه پیش قدم شدند تا یک سازمان مالی با هدف تسهیل روابط تجاری اروپا و ایران تشکیل شود. جزئیات بیشتر از کسرا ناجی. سه هفته بعد از شروع تحریم‌های آمریکا، ایران ایر پروازهایش را به اروپا ادامه داده است، اگرچه بعضی اوقات با بعضی از مشکلات. مهمترین نشانه عملی از حمایت اروپا از ادامه تجارت کشورهای اروپایی با ایران علی‌رغم تحریم‌های آمریکا. همین دو ماه پیش بود که اروپا قول داد سازوکار ویژه‌ای برای ادامه تجارت با ایران ایجاد کند. اعضای اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی ایجاد خواهند کرد برای تسهیل مبادلات مالی مشروع با ایران و این نهاد در چارچوب قوانین اروپا به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا با ایران به تجارتشان ادامه بدهند و شرکای ما در سایر نقاط دنیا هم بتوانند از آن استفاده کنند. مهمترین هدف از ایجاد نهادی تازه ادامه فروش نفت ایران است، چیزی که میتواند شریان اقتصادی ایران را باز نگه دارد. این اولین محموله نفتی ایران به اروپا بعد از برداشته شدن تحریم ها بعد از توافق هسته‌ای 3 سال پیش. حالا روزنامه وال استریت جورنال خبر داده که بعد از آنکه لوکسامبورگ و اتریش از میزبانی چنین نهادی خودداری کردند، فرانسه و آلمان پیش قدم شدند که این نهاد را ایجاد کنند، یا در آلمان یا در فرانسه، و بریتانیا هم شاید به آنها بپیوندد. نهاد تازه به نوشته این روزنامه اگر در آلمان مستقر شود ریاست آن را فرانسه به عهده خواهد داشت و اگر در فرانسه ایجاد شود یک آلمانی آن را اداره خواهد کرد. این نهاد رابط معاملات خواهد بود. خریداران و فروشندگان اروپایی با این نهاد سر و کار خواهند داشت و ایران مبادلاتش را با این نهاد حساب خواهد کرد. این نهاد مالی واسطه‌ای خواهد بود بین خریداران و فروشندگان دو طرف. این امروز ملاقات مسئول سیاست خارجی اروپا با مسئول سازمان انرژی اتمی ایران، دو نفر از مذاکره کنندگان کلیدی توافق هسته‌ای در بروکسل. خانم موگرینی امروز بر تعهد اروپا به وفادار ماندن به توافق هسته‌ای تاکید کرد، اگرچه از بعضی از جنبه‌های سیاست ایران و از جمله نقش ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد. اما ایران که هنوز متقاعد نیست که اروپا به کمکش خواهد آمد، هشدار داد که ممکن است صبرش به زودی به سر برسد. Promising us that they are doing their best to be able to translate. اروپایی ها به ما قول دادند که هرچه در توان دارند انجام دهند تا آنچه را که گفتند عملی کنند. ما هم منتظر هستیم ببینیم چه خواهند کرد. من به خانم موگرینی توصیه کردم که در نظر داشته باشد که صبر مردم ما دارد به سر میرسد. حالا رهبران این سه کشور باید تصمیم بگیرند که تا چه حد برای نجات توافق هسته‌ای حاضرند با آمریکا بر سر تحریم ها در بیفتند. کسرا نجی، بی بی سی. رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس ژنو از تشکیل یک تیم 12 نفره برای مذاکره با طالبان خبر داده. همزمان سازمان ملل متحد بار دیگر از دولت افغانستان خواسته که مستقیما با طالبان گفتگو کند. اشرف غنی میگوید مصالحه با طالبان دست کم 5 سال طول میکشد. جزئیات بیشتر از داوود قاری‌زاده. بیش از 60 کشور و 30 سازمان جهانی دور هم جمع شدند تا بار دیگر از ادامه حمایتشان از افغانستان به مقام‌های این کشور اطمینان بدهند. برای دولت افغانستان این مهمترین همایش بین‌المللی است، همایشی که نه تنها بر ادامه حمایت از توسعه اقتصادی افغانستان متعهد است، بلکه از طرح صلح دولت با طالبان هم حمایتش را اعلام کرد. طرحی که جزئیات آن در این نشست سوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام شد. خوشحالم که بعد از ماها مشورت با مردم کشورمان به یک نقشه راه برای مذاکرات صلح رسیدیم. ما نهادها و مکانیسم لازم را برای دستیابی به توافق صلح ایجاد کردیم و کم کم وارد مرحله بعدی روند صلح می‌شویم. ما دنبال توافقی هستیم که بر اساس آن طالبان بخشی از جامعه کثرت‌گرا و دموکراتیک باشد
و طالبان باید به حقوق همه شهروندان از جمله زنان که در قانون اساسی آمده احترام بگذارند. قانون اساسی افغانستان را بپذیرند یا پیشنهادشان را برای تغییر قانون اساسی ارائه کنند. به نهادهای امنیتی و دفاعی احترام بگذارند و با هیچ گروه و یا سازمان تروریستی ارتباط برقرار نکنند. Treat the Afghan National Defense and Security Forces and Civil Service function according to law. به رغم طرح این پیش شرط‌ها برای صلح در افغانستان، حکومت وحدت ملی می‌گوید که برای آغاز مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط مطرح نکرده. دولت افغانستان یک تیم 12 نفری مذاکره کننده با طالبان را هم تشکیل داده که رهبری آن را سلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری به عهده دارد. چند زن هم عضو این تیم مذاکره کننده هستند. دولت افغانستان همواره تاکید کرده که رهبری روند صلح به عهده خود افغان ها باید باشد. گروه طالبان که مناطق وسیع را در کنترل دارد در ماه‌های اخیر چند بار با نمایندگان دولت آمریکا دیدار کرده. این گروه اما دولت افغانستان را دست نشانده آمریکا می‌خواند و هنوز هیچ تمایل برای مذاکره با آن نشان نداده، چیزی که شاید بتواند نظر طالبان را عوض کند. حمایت همه جانبه جامعه جهانی از مذاکرات به رهبری دولت افغانستان است. ما اینجا جمع شده ایم تا حمایت همه جانبه ایمان را از روند صلح کابل اعلام کنیم. معتقدیم که زمان برای شروع مذاکرات جدی فرا رسیده و زمانی که گفتگوها شروع شود طرف ها میتوانند روی حمایت همه جانبه و هماهنگ شده بین المللی حساب کنند. شاید حمایت کشورهای مهم منطقه از برنامه صلح به رهبری افغانستان دستاورد بزرگ برای دولت این کشور محسوب شود. کشورهایی مثل روسیه که اخیراً تلاش جداگانه ای را برای یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران افغانستان آغاز کرده، تلاشی که حاصل آن این نشست در مسکو بود، اولین نشست رو در روی طالبان با نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان. ما همکاری های من را با شرکای منطقی و دیگر طرف های زینف افزایش می دهیم و این همکاری ها در چارچوب نشست مسکو صورت می گیرد. مسکو به همکاری هایش برای تحکیم پایه حکومت افغانستان ادامه می دهد. یکی دیگر از بازیگرهای اصلی منطقه ایران است، کشوری که بارها سوی بعض مقامات افغانستان و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور به حمایت از طالبان متهم شده، اتهامی که تهران آن را همیشه رد کرده. چالش‌های جدید و قدیم هنوز سر جایشان باقی است. هنوز نیروهای خارجی هرگز نتوانستند ثبات را به منطقه بیاورند و این مثل همیشه زمینه رشد افرادگرایی را تقویت کرده. چالش جدید شکلگیری گروه داعش در افغانستان است که باعث خونریزی بیشتر و بسترساز نفاق‌های فرقه‌ای در این کشور شده. خطرناکتر از آن، داعش گروه‌های دیگری را که بر سر جذب نیرو رقابت می‌کنند افراطی کرده. افغانستان تا رسیدن به صلح راه درازی در پیش دارد. کابل و شرکای بین المللیش معتقد هستند که توسعه اقتصادی افغانستان وابسته به برقراری صلح و پایان خشونت هاست. جامعه جهانی هم در نشست ژنو بار دیگر تعهد کرد که افغانستان را در جریان مذاکرات صلح و حتی بعد از آن هم تنها نخواهد گذاشت. داوود قاری‌زاده، بی بی سی، ژنو. 27 رهبر اروپایی بر سر سندی توافق کردند که طلاق‌نامه‌ای چند صد صفحه‌ای است میان اتحادیه اروپا و بریتانیا. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا میگوید نمیتوانیم این جدایی را با پیاله‌ای شراب جشن بگیریم، اگرچه تاکید کرد که این توافق تنها توافق قابل قبول است، ولی هنوز تا قطعی شدن پایانی تلخ میان بریتانیا و اتحادیه اروپا راهی دراز مانده. سند خروج از اتحادیه اروپا باید در پارلمان اروپا و مجلس بریتانیا تصویب شود. نه تنها احزاب مخالف، بلکه شماری از نمایندگان حزب حاکم در کاخ وستمینستر در لندن هم با این سند همراه نیستند. اعتبار بریتانیا و آینده اروپا در بوته آزمایشی دیگر. جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. چکشکاری توافق برگزیت یک سال و نیم طول کشیده، ولی کم نیستند کسانی که چشم دیدنش را ندارند و جلوی مقر اتحادیه اروپا جمع شده بودند تا آتش خشمشان را به رخ رهبران اروپا بکشند. رهبرانی که بعضی هایشان تهدید کرده بودند که نشست را بایکوت می کنند، ولی دست آخر یکی یکی روی فرش قرمز پا گذاشتند، همه با یک پیام. من به این توافق رأی میدم چون این بهترین توافق ممکن برای بریتانیا است.
به نظرم هیچ کس برنده نشده. همه باختیم چون بریتانیا داره خارج میشه. ولی این نتیجه متوازن و بدون برنده سیاسیه اما قابل قبول. وقتی رهبران 27 کشور جمع شدند، کل مذاکراتشان تنها نیم ساعت طول کشید. آنها در نهایت هم توافق 585 صفحه‌ای خروج و هم بیانیه سیاسی درباره روابط آینده را تایید کردند. توافق خروج حقوق قانونی حدود 1 میلیون بریتانیایی ساکن بقیه کشورهای اتحادیه اروپا و نیز 3 میلیون اروپایی مقیم بریتانیا را تضمین می‌کند. مشخص می‌کند بریتانیا چقدر باید پس از خروج به اتحادیه اروپا بابت تعهدات مالیش بپردازد. و نیز شامل تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد مرز فیزیکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است. در کنار توافق خروج، یک بیانیه سیاسی درباره روابط آینده دو طرف هم منتشر شده که طبق آن بریتانیا و اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند تجارت کالاها را آزاد نگه دارند، به همکاری در حوزه‌های نظیر امنیت و سیاست خارجی ادامه بدهند، ولی مهاجرت آزادانه نیروی کار بین دو طرف خاتمه می‌یابد. دولت بریتانیا این نشست و تایید توافق از طرف اتحادیه اروپا را یک موفقیت بزرگ تلقی می‌کنه. چرا که برخلاف پیش‌بینی‌ها نه مذاکرات در هیچ مرحله‌ای به بنبست جدی خورد و نه کار به دقیقه 90 کشید. ولی در داخل بریتانیا هم احزاب مخالف دولت از این توافق ناراضی‌اند و هم ده‌ها نفر از نماینده‌های هوادار دولت. به همین خاطره که خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کنن ترزا می نتونه این توافق رو به تصویب مجلس بریتانیا برسونه. همین است که برای افزایش فشار به نمایندگان برای تصویب توافق، او در صحبت‌هایش مردم بریتانیا را مخاطب قرار داد. در هیچ مذاکره‌ای شما به همه خواسته‌هایتان نمی‌رسید. باید منافع حیاتی‌تان را معلوم کنید و سرشان بایستید. ولی آماده باشید در موارد دیگر کوتاه بیایید. فکر می‌کنم مردم بریتانیا این را می‌فهمند و می‌توانند ببینند که این توافقی خوب است و همه باید برای منافع ملی ما از آن حمایت کنند. اتحادیه اروپا بعد از 1.5 سال چانه زدن از موضع رقیب، حالا دست دوستی دراز کرده. ما فرایند دشوار تصویب توافق و مذاکرات درباره آینده را در پیش رو داریم، ولی فارغ از اینکه به چه نتیجه برسیم یه چیز مشخصه. ما تا روز آخر دوست میمونیم و یک روز هم بعد از اون. ترزا می میداند که این نشست بیش از آن که پایان راه باشد، خان اول در 7 خان خروج از اتحادیه اروپا است. سربالایی تازه شروع شده. بهرنگ تاجدین، BBC، مقر اتحادیه اروپا در بروکسل. اخیراً کتاب و گالری عکسی با نام ایران مدرن ملکه هنر منتشر شده که در آن به یکی از فعالیت‌های هنری فرح پهلوی ملکه پیشین ایران پرداخته شده است. کتاب نگاهی انداخته به گنجینه هنری موزه هنرهای معاصر تهران. علی همدانی به مراسم رونمایی این کتاب در مزون آزولین در لندن رفته. هزاران کیلومتر دورتر از موزه هنرهای معاصر تهران در نیویورک و لس آنجلس و حالا اینجا در لندن، همه به نظاره کتابی تازه آمدند درباره گنجینه نهفته در این موزه در تهران، جامع‌ترین و بزرگترین کلکسیون آثار هنری مدرن غرب که در خارج از غرب و در ایران نگهداری می شود. موزه هنرهای معاصر در تهران که در میانه دهه 50 خورشیدی به همت فرح پهلوی آخرین شهبانوی ایران افتتاح شد، قصه ناشنیده‌ای هم دارد. تیم بزرگی از زنان ایرانی که پشت ایده جمع‌آوری این آثار و خریداری آن برای موزه هنرهای معاصر تهران بودند. سوژه این کتاب از جمله همین است. کتابی که دو نویسنده آن، ویولا بولوت و میراندا دارلینگ، با پشتیبانی فرح پهلوی آن را به سرانجام رساندند. در حدود 3 سال پیش فکر می‌کنم خانم ویولا با من تماس گرفتن و گفتن راجب موزه خیلی براشون جالب بود و آمدن منو دیدن و صحبت کردن و علاقمند شدن که یه کتابی راجب موزه تهیه کنن، به خصوص گفتن برای اینی که هم به هنر علاقمندن ایشون و خب این یکی از موزه هایی که خارج از اروپا و آمریکا هستن، در آسیا هست و جای دیگه وجود نداره
و به هر صورت یه زن یه خانم این کار رو کرده. اینجوری شروع کردیم صحبت کردن از داستان و دیگه کار به چاپ کتاب رسید. منتظر نبودم که به این بزرگی باشه، ولی کتاب قشنگی شده، خوب شده. موزه هنرهای معاصر در گوشه غربی پارک لاله تهران مالک یکی از 10 مجموعه مهم هنر نوگرای دنیا است. در گنجینه دائمی موزه بیش از 3000 اثر ارزشمند از نخبگان هنرهای تجسمی نگهداری می شود که نزدیک به 400 عدد از آنها ارزش استثنایی دارند. از جمله آثار مهم موزه می توان به کارهای شاخصی از گوگن، پیکاسو و اندی وارهول اشاره کرد. از جمله جلد این کتاب تازه تصویری از شهبانو فرح است که اندی وارهول بنیانگذار هنر پاپ در سفر به تهران از او کشید. تصویری با سرنوشتی غریب. چند سال پیش در تلویزیون فرانسه نگاه میکردم، یه برنامه درست کرده بودن توی انبارای موزه، رفته بودن تابلویی که از من بود از اندی وارهول اینجوری با یک کاردی بریده بودن که گفتم واقعا کار عجیبیه، ولی خب در آینده ایران آزاد این یه سمبولی از کارهایی که کردن، البته قابل مقایسه نیست با کارهای دیگرشون، ولی خب اینو دیدم. بر این کتاب در واقع سفری است مجازی به این موزه. بسیاری از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در زیرزمین این موزه و در انبارها نگهداری می شود و هرگز بعد از انقلاب نمایش داده نشده. از جمله 10 اثر گم شده از پیکاسو که هیچ کس نمی دانست کجای جهان است در میان این آثار هنری. دانه هایی رو که آدم با محبت و اعتقاد می کاره هیچ وقت خشک نمی شه. چندین تا از جوانایی دیدم که بعد از این جریانات دنیا آمده بودن، میگفتم ما که ایران بودیم خوشحالیم این بود که بریم کتابخونه کانون، از اونجا بریم موزه. گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بیش از 2.5 میلیارد دلار قیمت گذاری شده. تنها نمونه‌ای در جهان که آثار غرب به شرق سفر کردند تا بهانه‌ای باشند برای گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها. بیش از 40 سال پیش. علی همدانی، BBC. در 100 سال گذشته داستان هزاران سرباز جنگ‌های جهانی اول و دوم و ده‌ها جنگ کوچک و بزرگ در کتب تاریخی ثبت شدند. داستان قهرمانی‌های آنها را در کتاب‌ها و فیلم‌ها دیده و شنیده ایم، اما کمتر نامی از آنانی که در جنگ نقشی نداشتند و تنها قربانی جنگ بودند برده می‌شود. گزارش ژیار گل درباره یکی از قربانیان آلمانی جنگ جهانی دوم است و سرباز آمریکایی که احتمالاً باعث مرگ او شده بود. این مرد 94 ساله آمریکایی چند سالی است به آلمان می آید. در شهر کلن بر سر قبر محقری می رود که در گذر زمان زیر پوشش گیاهی ناپدید شده. کلرن سمیور هیچگاه کاترینا اسر را زنده ندید، اما در 7 دهه گذشته همواره حس می کند عامل مرگ این زن جوان بوده. I ask her forgiveness if it was my shots that harmed her. بار گلوله‌ای که کلرنس سمیر 19 ساله بیش از 70 سال پیش شلیک کرد هنوز بر پشت خمیده‌اش سنگینی می‌کند. او آن روزهای پایانی جنگ جهانی دوم را هرگز فراموش نکرده. در بهار سال 1945 سمیور جوان توچی لشکر سوم زرهی آمریکا بود. او و همرزمانش درگیری جنگی خیابانی و کوچه به کوچه در شهر کلن آلمان بودند. درگیری خونی بین سربازان متفقین از یک سو و ارتش آلمان ناسی که از شهر دفاع می‌کرد. تصاویر تانک کلرنس سمیور در آرشیو ملی آمریکا بایگانی شده. آن درگیری برای همیشه در خاطر آقای سمیور ثبت شده. I saw movement over on my left side, so I fired armor-piercing shells through the corner of the building. Maybe I get a lucky hit that it would knock the tank out.
This little German car came around the corner and right down the street in front of us. And I think I may have hit the car. I might have been the one hit the car and wounded Katerina. کاترینا اسر صندوقدار یک سبزی فروشی و نانآور خانواده بود. او در حال گریز از جهنمی بود که آتش گلوله و بمب طرفین در کلن به وجود آورده بود. A young girl was taken out and lay on the street there, still alive, but she was shot in the chest. I saw the medics were there and treated her and left her lying beside the car on the highway there. She didn't deserve to die that way. کلیر سمیر جوان در دوری حضورش در جنگ مرگ صدها نفر را به چشم دیده بود. اما خاطره کاترینا رهایش نمی کند. All the time I see her, I'm lying in the street. کلرنس سمیور به کلیسای جامع شهر کلن می رود. شهری که 70 سال پیش ویرانه بیش نبود. در کلیسا به گذشته می اندیشد و بار دیگر از کاترینا طلب بخشش می کند. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.